شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که دو تن از اعضای دور 17 مجلس نمایندگان که از سوی دادگاه محکوم به زندان هستند، حکم دادگاه در برابرشان عملی نشده است و به کارشان در مجلس نمایندگان آغاز کردند. میرزا محمد کتوازی که به روز 4 ماه سنبله 1394 از سوی دادگاه نخست حوزه اول شهر کابل به گونه غیابی به مدت 5 زندان محکوم شد و احمد ضیا یفتلی نیز 1 هفته پیش از سوی دادگاه مرکز عدلی و قضایی به گونه غیابی به 6 ماه زندان محکوم گردید. چیزی که قضا فیصله کنه، ما با قضای افغانستان بیشتر محکمه افغانستان باید احترام داشته باشیم. اگر بالای ما قضا حکم کنه، اگر من در یک جرم متهم میشم، بالای ما کی حکم میکنه؟ قضا. حکم دادگاه در برابر این دو عضو دور 17 مجلس نمایندگان تا اکنون عملی نشده است. هیچ کسی فراتر از قانون نیست، حتی وکیل. در ماده 102 قانون اساسی افغانستان واضح و روشن مسئولیت های جزاییشان آمده و هرگاه اگر عضوی از اعضای مجلس مرتکب عمل جرمی شوند، جرمشان مشهود باشد، بالفعل دستگیر میشن و سلب آزادی میشن و به توقیف سوق داده میشن. سخنگویان لوی سارنوالی و وزارت امور داخله میگویند که هرگاه حکم دادگاه به گونه رسمی به آنان برسد، بر بنیاد قانون آن را عملی میسازند. نهادهای قضایی و عدلی ما در رأس شد. رئیس تر محکمه، اعضای تر محکمه، لوی سارنوال، آنها دقیقا از این هاست. اینها به او رأی میدهند، اینها از او حمایت میکنند و در عوض آنها از اینها حمایت میکنند. آقای کتوازی حکم دادگاه را پیش از این پایان یافته گفته بود و وکیل مدافع آقای احمد ضیا یفتلی حکم دادگاه را در برابر موکلش ظالمانه و یک توطئه سیاسی میگوید.